با افتخار اعلام میکنیم که مرحله کارآزمایی بالینی واکسن کووید 19 رازی کوف پارس امروز آغاز میشه. در ابتدا دعوت خواهم کرد از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر پزشکیان، عضو محترم هیئت امنای مؤسسه رازی و نماینده محترم مجلس شورای اسلام. اونچه که به ذهنم میرسه خدمت شما عرض بکنم، اگر ما به نیروهای انسانی خودمون دل ببندیم و میدان به این عزیزان بدیم و پشتیبانی بکنیم، خیلی راحت خواهیم توانست خیلی از مشکلات را از جلوی راه خودمون برداریم. اجازه بدید بلافاصله دعوت بکنم از حضور ارجمند جناب آقای دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور، به جایگاه ایراد سخن. حضور من اینجا فقط جهت تشکر اول از همه از آقای دکتر نمکی که من شاهد بودم طبعا یک سال بشه واقعا چه تلاش های جوابانه ای داشتن این موضوع و خلاصه از همه چیزشون گذشتن برای اینکه ما همین تو جایگاه بگیم باشیم که هست. ما عملا یک میتونم بگم نهضتی رو تو شرکت های خصوصی و مؤسسات پژوهشی تو حوزه واکسن دادن، چه تو حوزه دام و تیوب آبزیان و چه تو حوزه های انسانی، و الان چندین واکسن در حال توسعه است. از اسکوپاستو بگید تا دانسی تا شرکت خصوصی داره این اتفاق میفته. گرامی بودنم یاد خاطره همه شهدای مدافع سلامت و سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم، خدا قوت میگم همه کادر زحمتکش وزارت بهداشت که یک سال با این کرونا دست پنجه نرم کردن و هنوز این بیماری جریان داره. خیلی خوشحالم و خداوند سبحان رو شکر میکنم که این توفیق رو به همه ما داد و به همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران تبریک عرض میکنم به خاطر این موفقیت و به خاطر این پدیده علمی که امروز شاهد رونماییش هستیم و این نبود جز لطف خداوند متعال و حمایت های عالمانه و دلسوزانه جناب آقای دکتر نمکی که رهبری این کار رو به عهده گرفتن. امروز روز مبارکی است و انشاءالله که این کارآزمایی بالینی شروع خواهد شد به دقت، به وسواس، و انشاءالله در آینده ما با گذراندن فازهای کارآزمایی بالینی این واکسن رو به عنوان یک گنجینه نفیس هم برای داخل و هم برای خارج کشور انشاءالله عرضه خواهیم کرد. ما حتما این خبر رو از جاهای دیگه هم شنیدید که انشاءالله قولی که به مردم داده بودیم، البته قولی ندادیم که خدا ما رو شرمسار مردم کنه از روز نخست کرونا تا امروز، یکی از قولها هم که داده بودیم این است که ما قبل از 22 بهمن انشاءالله واکسیناسیون را در کشور آغاز خواهیم کرد. خب ما منابع مختلفی رو ارزیابی کردیم، در بین این منابع سعی کردیم سالمترین، کم خطرترین و کم عیبترین رو انتخاب کنیم، گرچه واکسن امروز شده یک کالای سیاسی برای در فشار قرار دادن کشورهایی که به هر حال با بعضی از قطب‌های قدرت مشکل دارند. خب واکسنی که ما انتخاب کردیم از سبد کوواکس بود که در اون سبد کوواکس واکسن‌های چینی، واکسن‌های از بازو شما آسترازنیکا و بقیه هم بودن که قرار به ما برسه. ما فکر کردیم 16,800,000 دوز واکسن کوواکس جوابگوی گروه آسیب پذیر ما نیست، کمه برای ما، چون میشه 8,400,000 نفر اگر قرار به هر نفر دو دوز بزنیم. به همین دلیل واکسن‌های دیگری رو از کشورهای مختلف دنبال کردیم تا قبل از رسیدن واکسن خودمون. یکی از اونها همین مجموعه اسپوتنیک روسیه بود. روزهای اول خیلی بر ما تاختند. افاضات مختلفی رو از جاهای مختلف شنیدیم، صبوری کردیم، چون قرار ما بر این است که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدند. به همین دلیل صبوری کردیم و دیدند که به هر حال امروز امریکایی‌ها دارن میرن جوینت بشن آسترازنیکا. وقتی مشخص شد که واکسنش در گروه‌های بالای 55 سال
ایمنی کافی نمیدهد رفته سراغ اونا که جوینت بشن واکسن اول رو از اسپوتنیک بزنن، دوز یادآور رو با آسترازنیکا بزنن که ایمونیتی کافی برقرار کنه. و همینطور اروپایی ها الان داوطلب ثبت و خرید این واکسن هستن و ما به عنوان اولین کشوری که تقریبا این واکسن رو در دنیا مذاکرات رو شروع کردیم، ولی گذاشتیم تا 15 کشوری باشیم که تزریق رو شروع کنیم. ما دو اصل رو برای خرید واکسن دنبال کردیم. یکی اینکه حتما باید واکسن فاز 3 کلینیکال ترایلش رو گذرانده باشه، در حالی که کشورهای همسایه ما همه که حرف از واکسیناسیون زدند فاز کلینیکال ترایل آزمایش بالینی رو شروع کردن با کشور سازنده، ولی حالا اینکه ما این رو گذاشتیم به عنوان کشوری که همه این اتفاقات در بیرون از مرزها گذشته باشه. و دومین شرطی که برای خرید واکسن گذاشتیم این که حتما باید حداقل 5-6 کشور معتبر این واکسن رو ثبت کرده باشن و شروع کرده باشن تزریقش رو، که ما خیالمون راحت باشه که به مردممون یک واکسن قابل اعتماد رو داریم تلقیح میکنیم. به هر تقدیر روز سه‌شنبه انشاءالله اولین گروه هدف ما که در اون سند واکسیناسیون مورد تایید در ستاد ملی است که گروه خط مقدم دفاع سلامت هستن، انشاءالله واکسیناسیونشون شروع میشه و اون افرادی هستن که در ICU ها کار میکنن. انشاءالله سه‌شنبه این حرکت شروع خواهد شد و بعد از اون ما دیگه انشاءالله میریم سراغ بقیه کادر سلامت و بعد انشاءالله گروه های آسیب پذیر در سرای سالمندان، افراد بالای 65 سال و همینطور بقیه گروه هایی که انشاءالله طبق اون سند مرحله به مرحله کارشون انجام خواهد شد. رونمایی خواهند کرد از واکسن راضی کوهپارس. اولین واکسن تزریقی استنشاقی پروتئین نوترکیب، یک نوترکیب کووید 19، یک لحظه ارزشمند برای عرصه بهداشت و درمان کشورمون. دست مریضات میگیم به همه محققان و پژوهشگران و متخصصان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که در این شرایط خاص و حساس به کمک جامعه